خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از کانال سینما پارس. در ویدیوی امروز میخوایم 6 زن خوشگل ایرانی رو براتون معرفی کنیم که تو اکثر فیلم‌های هالیوودی نقش برجسته‌ای رو بازی کردن. فیلمایی که شاید قبلاً دیده باشید اما احتمالاً متوجه ایرانی بودن این بازیگرای موفق نشده باشید. اگه میخواید بدونید که ما ایرانیایی توی هالیوود کیا رو داریم و توی چه جایگاهی داریم، پس ادامه ویدیو رو تماشا کنید و به افتخار خودمون یه لایک به ویدیومون هم بزنید. شماره 6، بهار سومخ. بهار در سال 1979 به خاطر وقوع انقلاب ایران در سن 4 سالگی به همراه والدین و خواهرش سبا سومخ به لس آنجلس آمریکا آمد. او در دانشگاه کالیفرنیا سانتا باربارا تحصیل نمود و در یک شرکت مشغول به کار شد. همزمان به کلاس‌های بازیگری هم می‌رفت. اولین بازی بهار در سن 27 سالگی در شوی تلویزیونی و در قالب یک بازیگر مهمان بود. او در سال 2004 در فیلم تصادف ساخته پاول هگیس به ایفای نقش پرداخت. از دیگر فیلم‌های مطرحی که بهار در اون به ایفای نقش پرداخته میتوان به سریال 24، مأموریت غیر ممکن 3 و اره 3 اشاره کرد. او در فیلم اره 3 نقش دکتر لین رو بازی کرد که یکی از مهمترین بازی‌های اون به حساب میاد. بهار در سال 2006 از سوی مجله پیپل در لیست 100 زن زیبای جهان هم قرار گرفت. شماره 5، لیلا میلانی. لیلا میلانی که در سال 1982 در شهر تورنتوی کانادا به دنیا اومده، بعد از تحصیلات به سراغ مد و فشن رفت و به تدریج به عنوان یه مدل ایرانی نامش بر سر زبان‌ها افتاد. اون به دلیل زیبایی و خوشبیانی مدتی مجری برنامه‌های تلویزیونی در شبکه‌های NBC و فوکس شد و بعد در شوهای تلویزیونی و کلیپ‌های خوانندگان معروف ظاهر شد. همچنین مدتی به سراغ کشتی کج هم رفت. لیلا میلانی در سال 2011 وقتی 29 سالش بود با منوچهر خوشبین مولتی میلیاردر ایرانی ساکن کانادا ازدواج کرد و اکنون صاحب یه دختر متولد 2012 و یک پسر متولد 2016. از فیلم‌های معروف اون میتونیم به آماده کردن پسران و دختران برای مهمانی و ریسلمانیاک اشاره کرد. شماره 4، نازنین بنیادی. نازنین در تهران به دنیا اومد و دقیقاً 20 روز بعد از تولدش خانواده‌اش به لندن مهاجرت کردن. چه خوشبختی بزرگی! اون در لندن بزرگ شد و بعداً برای ادامه تحصیل به لس آنجلس آمریکا سفر کرد، جایی که هالیوود رو میشه از نزدیک نگاش کنی. نخستین نقش اون در سریال بیمارستان عمومی بود که به دلیل ایفای نقش عالی برنده جایزه ایمیج شد. او که در یک جهان مدرن بزرگ شده، در مصاحبه با صدای آمریکا بخش فارسی گفت که من از نقش و کار کردن با موضوعی مرتبط با خاورمیانه و تروریسم متنفرم. نازنین یک رابطه عمیق و جنجالی با تام کروز داره که در ویدیوی بعدی براتون شرحش میدیم. او که فعلا در حال گذراندن دوره دکترای خودشه، عضو عفو بین الملل آمریکا و بریتانیا نیز هست. قبل از معرفی بازیگر بعدی یه سوال ازتون دارم. به نظرتون چرا تو فیلمای کشور خودمون از تکنولوژی و اکشنی که تو فیلمای هالیوود و سینمای هند میبینیم خبر نیست؟ به نظرتون قرار تا کی همش جوک و طنز ببینیم؟ آیا شما فکر میکنید که فیلمایی داریم که بهتر از هالیوود و بالیووده؟ چند تاشون رو تو کامنت برمون بنویسید تا ما هم اونا رو تماشا کنیم. شماره 3، شهره آقداشلو. شهره آقداشلو زاده شده به نام شهره وزیری تبار 21 اردیبهشت 1331 بازیگر ایرانی آمریکاییه که در سال 2003 میلادی نامزد جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل زن برای بازی در فیلم خانه ای از شن و مه شد. شهره آقداشلو همچنین در سال 2009 میلادی برای بازی در نقش مکمل زن در مجموعه تلویزیونی خانه صدام موفق به دریافت جایزه امی شد. او نام خانوادگی آقداشلو را به خاطر مخالفت خانواده پدرش با داشتن نام خانوادگی اونا و بعد از ازدواج با آیدین آقداشلو انتخاب کرد. آقداشلو پیش از انقلاب ایران در 3 فیلم مطرح اون زمان بازی کرد و با 3 کارگردان بزرگ سینمای ایران، عباس کیارستمی، علی حاتمی و محمد رضا اصلانی همکاری داشت. اون در بحبوحه انقلاب 1357 ایران و در ژانویه 1979 میلادی و زمانی که هنوز دولت شاپور بختیار بر سر کار بود از ایران خارج شد و از طریق ترکیه به لندن و سپس به آمریکا رفت و به اتفاق همسرش هوشنگ توزی در نمایش‌های متعددی بازی کرد.
وی بعد از نامزدی جایزه اسکار اقدام به نوشتن زندگی نامه و خاطرات زندگی خودش کرد که در سال 2013 به زبان انگلیسی با عنوان کوچه عشق یا سمنهای زرد در آمریکا منتشر شد. شماره 2، نگار زادگان. نگار بازیگر ایرانی تبار در 20 ژوئن 1982 در شهر هالیدبرگ کشور آلمان متولد شد. در شهر سان فرانسیسکو ایالت کالیفرنیای آمریکا بزرگ شد و مدرک تحصیلی خودش را از دانشگاه کالیفرنیا در سانتا باربارا در رشته ادبیات گرفت. او از سال 2005 در بسیاری از فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی به ایفای نقش پرداخت. در نمایش از ماهواره با عشق ساخته هوشنگ توزیع همبازی بهروز وثوقی بود. شناخته شده ترین نقش وی بازی در فصل 8 سریال 24 در نقش دلیا حسنه. و شماره 1، سارا شاهی. سارا شاهی بازیگر و مدل آمریکایی و ایرانی تباره. پدرش عباس جهانسوز شاهی شغل سفارتی داشت و کمی پیش از انقلاب در ایران به همراه خانواده به آمریکا مهاجرت کرد. مادر سارا یه هنرمند ایرانی به نام ماه‌منیر سروش‌آذره. سارا در تلویزیون آمریکا و سینمای هالیوود به فعالیت در زمینه بازیگری اشتغال داره. او در سریال تلویزیونی مزنون، مجموعه تلویزیونی که از شبکه CBS پخش می شد، در یکی از نقش‌های اصلی با نام سمین شاو به ایفای نقش پرداخت و در فیلم سینمایی گلوله به سر و دارزن به ترتیب در کنار سیلوستر استالونه و آلپاچینو ظاهر شد. شاهی رتبه 90 رو در مجله ماکسیم در لیست 100 زن جذاب سال 2005 کسب کرده. بعد در سال 2006 به رتبه 66 و در سال 2012 به مقام 36 صعود کرد. شما کدوم یکی از فیلم‌ها و سریال‌های این بازیگرای ایرانی تبار رو تماشا کردید؟ لطفاً برامون کامنتشون کنید.